سرخط خبرها گورهای جمعی در نزدیکی پول به روایت تصاویر ماهواره همزمان بانک جهانی خسارت به زیرساخت‌های های اوکراین را 60 میلیارد دلار برآورد کرد. تظاهرات کابل در اعتراض به کشدار هزاره ها طالبان میگویند طراح حمله دیروز به مسجد شیعیان در بلخ را بازداشت کردند. ادامه نارامی ها در بیت المقدس فلسطینی ها می 27 نفر در درگیری با پلیس اسرائیل زخمی شدند و موج تازه مهاجرت آلمانی ها به پاراگوه میگویند از مقررات کرونا و مهاجران مسلمان می جمعتون به خیر خوش اومدیم به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی مقام های اوکراینی با استناد به تصاویر ماهواره یک شرکت آمریکایی از کشف گورهای جمعی تازه‌ای در نزدیکی شهر پل خبر دادند آنها میگویند که ارتش روسیه صدها غیر نظامی را در این گورها دفت کرده در همین حال بانک جهانی هزینه جبران خسارت های وارد شده به زیرساخت‌های اوکراین را حدود 60 میلیارد دلار برآورد کرده ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم گفته که کشورش ماهانه به 7 میلیارد دلار کمک مالی نیاز دارد. علی خیرت پیر گزارش می‌دهد. و هشتمین روز تهاجم روسیه به اوکراین. اوکراین میگوید 80 درصد لوهانسک در تصرف روسیه است. چرخ اقتصاد از حرکت باز ایستاده و به شمار قربانیان جنگ روز به روز افزوده می شود. این تازه ترین عکس های ماهواره است که خبری تکراری اما هولناک را روایت می کنند کشف گورهای جمعی پنج عکسی که در فاصله 19 مارس تا سوم آوریل گرفته شده گورها اینجا در شمال غربی مانهوش حفر شدند حوالی شهر محاصره شده ماریوپول مقامات اوکراینی ارتش روسیه را به دفن اجساد صدها غیر نظامی متهم کردند در حالی که نیروهای باقی مانده اوکراینی در ماریوپل در کارخانه بزرگ فولادسازی آزوفستال سنگر گرفته و مقاومت می کنند، روسیه تصرف کامل این شهر را اعلام کرده. ولادیمیر پوتین راه مقابله با آخرین سنگر سربازان اوکراینی را در تنگتر کردن حلقه محاصره و انزوای مطلق آنان می داند. هیچ نیازی نیست وارد این دالان های زیر زمینی بشید و در میون این تأسیسات صنعتی در زیر زمین بخزید این ناحیه صنعتی رو مسدود کنید طوری که حتی یک پشه هم نتونه به جنبه این هم نشست بانک جهانی است برای بررسی هزینه های اقتصادی روبه افزایشی که تهاجم روسیه بر جا گذاشته از همین حالا به دلیل رکود و از بین رفتن روابط اقتصادی ما ماهانه تا 7 میلیارد دلار کمک مالی نیاز داریم تا بتونیم زیان اقتصادی رو جبران کنیم همینطور به صدها میلیارد دلار برای بازسازی و ترک آثار این جنگ نیازمندیم ادامه جنگ های مناطق وسیعی از اوکراین را تخریب کرده The World ارزیابی اولیه بانک جهانی از خسارات فیزیکی کامل شده و از لحاظ هزینه ساختمان ها و زیر ساخت ها، کمترین هزینه حدود 60 میلیارد دلاره. این هزینه شامل رشد هزینه ها برای اقتصاد اوکراین نیست. البته که جنگ همچنان ادامه داره و این هزینه ها رو به افزایشه. پیشروی ارتش روسیه در شرق اوکراین و تصرف دست کم چهل روستا از سوی و ویرانی شهرهایی مثل ماریوپول از سوی دیگر در حالی است که سازمان ملل میگوید کشتار پنجاه غیر نظامی در شهر کوچک بوچا را مستند کرده و تا کنون بیش از 300 مورد ادعای کشتار غیر نظامیان به دستش رسیده این نهاد بین المللی جنگ اوکراین را داستان ترسناک خشونت علیه غیر نظامیان توصیف کرده علی خرسپیر بی بی سی از امار گلی روزامنگار و تحلیلگر مسئله بین المللی در برلین آلمان درباره شرایط ماریاپول و دستور رئیس جمهوری روسیه به محاصره مجتمع فولادساز این شهر پرسیدن به نظر نمیرسه به این دلیل که نیروهایی که در مجتمع فولاد آزوف استال موندن نیروهایی هستن که تا این لحظه از تسلیم کردن خودشون خودداری کردن و از فیلم ها و پیام هایی که از این مجتمع میاد بیرون مشخصه که اعلام کردن که یا اینکه باید یک کریدوری براشون باز بشه و به مناطق تحت کنترل ارتش اوکراین منتقل بشن یا اینکه تا آخر مقاومت میکنن امروز معاون نخست وزیر اوکراین اعلام کرد که از یعنی روسی از روسیه از مسکو درخواست کرد که این کریدور رو باز کنه تا 500 تن از نیروهای زخمی ارتش اوکراین که تو این مجتمع گیر کردن رو بتونن به مکان امنی منتقل کنند در مقابل فرمانده میدانی ارتش روسیه به گزارش ریانووستی گفته ما کریدور رو باز میکنیم اگر کسی زخمی یا غیر نظامی وجود داره و ادعایی داره اوکراین از این مجتمع خارج بشن تا این لحظه که ما صحبت میکنیم کسی از این پناهگاه های بسیار مسلح به بتون و تو مجتمع آزوف خارج نشده و مشخص نیست که داستان مجتمع فولاد آزوف واقعا به کجا ختم میشه قبلا هم بحث این محل مسیرهای خروج برای غیر نظامیان از این شهر به طور کلی و همینطور این کارخونه بود ولی هیچ وقت این اتفاق نفتاد فکر میکنی مشکل کجاست چرا نمیتونن امنیت اینها رو فراهم بکنن امنیتشون مشا... ببینید گروهی که در مجتمع آزوفستال پناه گرفته بود یا در اونجا جنگ میکرد عمدتا یگانهایی هستند که تحت کنترل گروه به نوعی آزوف هستن، باتالیون آزوف، هنگ آزوف هستن که اینا این گروه هر نوع تسلیم شدنی رو رد کرده بنابر پیام هایی که در حتی امروز هم از این گروه منتشر شده این این درگیری که بین گروه آزوف و ارتش روسیه است مسبوق به سابقه یعنی قبل از جنگ هم بوده و به بحران اوکراین در 2014 و 2015 برمیگرده یک درگیری ایدولوژی که که نیروهای آزوف به هیچ عنوان قصد ظاهرا قصد ندارن کوتابیان اما در این بین یک اتفاق بدی که افتاده ظاهرا حدود هزار نفر غیر نظامی هم در این مجتمع پناه گرفتن هنوز اطلاعات دقیقی از این غیر نظامی ها نیست مشخص نیست این غیر نظامی ها کی هستن اما گفته میشه که این غیر ها در وضعیت بسیار بدی هستند و روسیه آزوف رو متهم میکنه که نمیذاره غیر ها بیان بیرون و آزوف هم در مقابل روسیه رو متهم میکنه که کریدور رو باز نمیکنه تا غیر ها برن اما اتفاق خوبی که نسبتا خوبی که در طی دو روز گذشته در ماریوپول ویران شده رخ داده اینه که تعداد حدود سه هزار غیر نظامی تونستن این شهر رو ترک کنن و خودشون رو به زپروژیا و دنیپر برسونن که تحت کنترل نیروهای روسی است ولی در روزهای آینده مشخص نیست که وضعیت به چه, به چه وضعی بازم پیش میره توضیحات امار گلی روزنامه از برلین رو شنیدیم نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. رئیس سازمان سنجش ایران از تغییرات اساسی در کنکور سراسری در سال 1403 خبر داده. عبدالرسول پور گفته کنکور سراسری از دو سال دیگر بدون کاغذ و قلم و به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد. قرار از تلفن همراه، تبلت و رایانه جایگزین قلم و کاغذ در کنکور شود. شیرینه بادی وکیل حقوق بشر به سفر نماینده ویژه سازمان ملل متحد به ایران برای بررسی آسیب تحریم ها اعتراض کرده. خانم بادی در نامه‌ای به این سازمان گفت جمهوری اسلامی حق دارد، سعی دارد گسترش فرق در ایران را ناشی از تحریم ها جلوه دهد. خانم عبادی گفته که دلیل اصلی فشارهای اقتصادی اما اختلاسهای کلان و سیستم اداری است که او فاسد خوانده خانم عبادی از سازمان ملل خواسته که سفر نمایندهاش به شرط دادن اجازه ورود به گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران باشد اقامتگاه توریستی و یک بازارچه فروش صنایع دستی در سواحل چابهار در جنوب ایران به آتش کشیده شد. معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد چابهار گفته افرادی که مخالف توسعه سواحل چابهار هستند این آتش سوزی را راه انداختند. این اقامتگاه توریستی به کمپ کوههای مریخی معروف است و به گفته مقامهای گردشگری در ایران روزانه بیش از 2000 نفر بازدید کننده دارد. نفر از شهروندان کابل با شعار کشدار هزارها را متوقف کنید در پایتخت افغانستان تظاهرات کردند. آنها از حکومت طالبان خواستند تا امنیت هزارها را تأمین کند. اتحادیه اروپا هم در بیانیه ای حمله های دیروز را هدف قرار دادن آمدانه شیعیان و هزارها و نقض قوانین بین المللی خوانده و از طالبان خواسته که امنیت شهروندان افغان را تأمین کند. در همین حال طالبان گفته که طراح حمله دیروز به مسجد شیعیان در برخ را بازداشت کرده در این حمله بیش از سی نمازگزار کشته شدند و داعش مسئولیتش را بر عهده گرفت همکارم زیاد شریعا که تحولات افغانستان رو دنبال میکنه اینجاست زیاد. همین دقایق پیش هم به نظر اخباری منتشر شد درباره انفجاری در قندوز و همینطور در کابل اول بریم سراغ این خبرها ب گفتی گزارش به دست ما رسیده که در قندوز ولایت قندوز ولسوالی امام صاحب در نزدیک مرز افغانستان با تاجیکستان ظاهرا بعد از نماز جمعه در یک مسجد که خانقام بوده یعنی مسجد که مربوط به احتمالا دراویش و عارفا هست انفجار صورت گرفته جزیات بیشتر در دست نیست ولسوال ولسوال امام سایب های داخلی افغانستان وقوع انفجار تایید کرده ولی نمیدونیم که تلفاتش چقدر بوده و اینها ولی خب ظاهرا امروز روز جمعه است نماز جمعه و بعدش هم نماز, نماز بوده باشه احتمال تلفات و اینها وجود داره با توجه به تجربه‌ای که وجود داره ولی ما داریم دنبال میکنیم ببینیم که جزئیات بیشتر چی و در پی از فقط وقتی که ما داشتم میومدم به طرف استودیو در مورد یک انفجار در کابل صحبت میشد در شبکه اجتماعی و بعد از منابع دیدم که میگن که در غرب کابل در منطقه دارال سلیمان انفجار شده که بازم جزئیات بیشتر هنوز در دست نیست ولی در ادامه روز و در بلوتنهای بعدی پیگیریش میکنیم دنبال میکنیم برگردیم به خبر تظاهراتی که بر در اعتراض به کشتار هزارها در کابل برگزار شد گفته میشه که طالبان اجازه پوچش این تظاهرات رو ندادن به رسانه ها در داخل افغانستان ولی بله این تظاهرات زنان و مردان که تعداد زیاد زنان داشت حضور داشتن ده ها زن و مرد در غرب کابل در اعتراض به کشتار هزاره و شیعه در چند روز گذشته که در حملات مختلف کشته شدن بوده و شعارشان اینکه کشتار هزاره ها نسکوشی هزاره و شیعه شیع ها در افغانستان متوقف شوه. گزارش های وجود داره و بعض شایدان عینی گفتن که طالبا اجازه پوشش این تظاهرات ندادن هرچند تصاویر زیاد از این تظاهرات در شبکه های اجتماعی و همچنین به دست ما رسیده که در جاهای برخورد نیروهای طالبا را با تظاهر ها هم و با کسایی که فیلم برداری میکنن نشان میده در کل در گذشته هم طالبات تظاهرات اینا را، رسانه ها را اجازه نمیتن که تظاهرات پوشش بتن ولی خب در چنین وضعیتی که بیانگر از که تعداد ای تظاهر کنده ها خیلی مجبور شدن به خیابان ها بیاین به خاطر اینکه که ست ها شهروند شیعه و هزاری افغانستان در حمله دیروز در مسجد شیعه ها و در حمله سه روز پیش در مکتب پسرها در غرب کابل کشته شدن و در ادامه همین حملات است که علیه شیعه ها و ازاره ها به صورت سیستماتیک وجود داشته تا در سالهای گذشته و واکنش های, های زیاد هم واکنش های زیاد بینلالی را به دنبال داشته اتحادی اروپا خواهان توقفی حملات شده و این حملات آمدانه خانده و نهادهای های دیگر و زیاد به حمله دیروز اشاره کردیم میدونیم که سی نمازگزار در حمله شیعن بلخ کشته شدن طالبان گفته که طراح این حمله رو دستگیر کرده چه اطلاعاتی داریم در مورد کسی که دستگیر شده؟ کسی به نام عبدالحمید سنگریار که طالبا گفتن والی پیشین خودخوانده داعش در اولت بلخ در شمال افغانستان بوده را گفتن که بازداشت کردن و گفتن که او طراح حمله دیروز به مسجد شیعه ها در بلخ بوده گفتن که حملات زیاد را در گذشته طراحی کرده بوده هیچ منبع مستقله تا حال این ادعای طالبان تایید نکرده ولی با توجه به که عصبانیت زیادی در میان جمعیت شیعه و هزاری افغانستان وجود داره یک تصور می است که ممکن است طالبان کسایی را بازداشت بکنن به خاطر به که برحال یک کم این عصبانیت ها فروکش بکنن مشکم از توضیح هم کنم زیاد شهری ها ممنونم ازد نگاهی دوباره کنیم به مهمترین انوین خبری این برنامه سازمان ملل میگوید شواهد قطعی از وقوع جرایم جنگی در اوکراین به دست آورده. یک روز بعد از حمله داعش به مسجد شیعیان در بلخ تظاهراتی در کابل در اعتراض به کشتار هزاره ها برگزار شد. ادامه این برنامه موجه تازه مهاجرت آلمانی ها به پاراگوه. در بیت المقدس درگیری تازه بین فلسطینی ها و پلیس اسرائیلی در محوطه مسجد الاقصا رخ داده. منابع فلسطینی میگویند که دست کم 27 نفر زخمی شدند که حال بعضی از آنها وخیم است. گزارش شده که هزاران فلسطینی برای اقامه نماز صبح جمعه در این مکان جمع شده بودند و بعضی از آنها در حمایت از گروه حماس شعار دادند. پلیس اسرائیل میگوید که صدها فلسطینی بعد از نماز به سوی محل عبادت یهودیان سنگ پرتاب کردند. میر جاودان فر تحلیلگر مسئله سیاسی و استاد دانشگاه از تل با ما ساق جاودان فرخوش خوش اومدید به برنامه اول اگر میشه برامون توضیح بدید که چرا ما از ابتدای ماه رمضان در مسجد الاقصا شاهد درگیری و تنش بودیم متاسفانه بله روز از نو روزی از نو دوباره دوباره ما تنش دیدیم در اورشلیم دلیل های مختلفی وجود داره که خود رقابت هستش بین سازمان آزادی بخش فلسطین و حماس حماس داره سعی میکنه که با ایجاد تنش و با رویارویی با اسرائیل محبوبیت خودش رو در بین رای دهندگان فلسطینی در کرانه باختری رود اردن و در اورشلیم افسایش بده این یکی از بزرگترین میشه گفت عواملی هستش که باعث شده که ما این تحریکات رو ببینیم ما این اختشاشات رو ببینیم و متاسفانه بله امروز ما دیدیم که پرچم هماس رو نشون دادن در در محوته بیت المقدس و یک شعار خیبر خیبر یا یهود یک شعاری هستش که استفاده میشه برای توجیه کشتار یهودیان که اشاره هستش به جنگ حضرت محمد با خیبر با یهودیان در جنگ خیبر هستش اون هم اون شعار سروده شد امروز آجان آجان از, از, از یه طرف هم مسلمان ها میگن که به نظر جلوی اونها رو گرفتن برای ورود به مسجد رقصه و این باعث درگیری و تنش شده خواهش میکنم اگه اینطور هستش فیلم اونها رو نشون بدید چون امروز بین پنجا هزار تا هشتاد هزار نفر مسلمان تونستن به و رقصا نماز بخون، بخونن که حقشون هستش و, و بهشون اجازه داده شده و حقشون هستش ولی کسایی هستن که سنگ پرتاب میکنن و همونطور که عرض کردم قبلا این ریز سنگ نیستش سنگ های بزرگ هستش ترقه میزنن می یکی از امروز منجر شد که یکی از درخت ها بیرون محجر و ها آتش بگیره خب وقتی همچین حملاتی میشه پلیس پسی واکنش نشون بده از یه طرف دیگه گفته میشه که یکی از دلایل این بالا گرفتن تنش ها همزمانی عیاد مسیحیان و یهودیان و همینطور ماه رمضان مسلمان هاست که با هم همزمان در سی سال گذشته بی سابقه بوده فکر میکنید اگر این از دلیل ها هست چرا مقام ها نمیتونن پیشگیری بکنن از این تنش ها والا آقای رئی رئیس جمهور اسرائیل آقای با ملک عبدالله اردن قبل از تماس گرفت که سعی کرد که تدارکات ببینم برای کاهش احتمالی تنش و بعد اسرائیل الان ما دیدیم در واکنش به کشتار 14 اسرائیلی اخیرا دولت جدید اسرائیل برخلاف دولت آقای نتانیاهو راه های باختری رو نبست جاده ها رو نبست و اتفاقا میخواد که شماره فلسطینی هایی که الان از غزه میان در اسرائیل کار بکنن رو افزایش بده ولی متاسفانه ما میدونیم که گروه های افرادیگر هستن از طرف فلسطینی که میخواد سوء استفاده بکنه و از طرف اسرائیلی ما اخیرا سه روز پیش دیدیم یک گروه افرادی اسرائیلی میخواست بره نزد... نزدیک مچر الاقصا اونجا تظاهرات بکنه که خوشبختانه دولت پلیس اسرائیل جلوی اونها رو گرفت آقای جاتوفر فکر میکنید که ممکنه که دوباره درگیری مناقشه گسترده نظامی بشن دو طرف با وضعیتی که الان میبینید ببینید قبل از هر جنگ ما در اسرائیل متاسفانه میگم فکر میکردیم که نه هر دو طرف جنگ نمیخوان اسرائیل جنگ نمیخواد تماس جنگ نمیخواد بعض اقتصادی به بعض ضرر میزنی جنگ من همون اهم جواب و همون الان من منصفانه بخوام به شما بگم همون جواب میتونم به شما بدم در این لحظه اون جواب دقیقا منصفانه هستش ولی فردا میتونی یک یک, یک میشه گفت حادثه غیر مترقبه اتفاق بیفته که همه چیز آتیش شکرم از شما میره جاودانفرد الگر مسئله سیاسی که از تلاویو با ما صحبت میکردیم شانگهای بزرگترین شهر چین بعد از هفته ها قرنطینه شاهد کاهش بعضی محدودیت است که برای مهار کرونا وضع شدند با این وجود سخت ها در اجرای مقررات بیشتر شده و همچنان حدود نیمی از جمعیت این شهر هنوز اجازه خروج از خانه هاشون را ندارند در تصمیمی تازه مقام های شانگهای گفتند روی در خانه کسانی که آزمایش کروناشون مثبت شده زنگ خطر نصب می‌کنند تا آنها نتوانند از خانه بیرون بروند سیاوش اردلان گزارش می‌دهد مقام های شانگهای از سخت گیری های طاقت فرسا برای مهار ویروس کرونا کم می کنند. شهر به سمت بازگشایی کسب و کارها حرکت می کند. های این محدودیت ها از خانه نشینی گرفته تا کمبود مواد غذایی ساکنان این شهر 25 میلیونی را به سطوح آورد. دیروز در شانگهای بر اساس آمار رسمی 11 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. با این حال مرحله دیگری از کاهش محدودیت ها به اجرا درآمد و چهار میلیون نفر دیگر از طبقه بندی سخت گیران ترین ها خارج شدند. موارد ابتلا در شانگهای ته چند روز گذشته سیر نزولی داشته. تعداد محله هایی که بیش از 100 مورد ابتلا در آنها تشخیص داده شده برای سومین روز پی در پی کم شده و در بعضی محله ها حتی یک مورد جدید ابتلا هم نداشتیم. نتیجه این آمار امیدوار کننده این بوده که حالا دوازده میلیون نفر اجازه دارند از خانه هایشان بیرون بیایند. اما هنوز حدود نیمی از جمعیت این شهر باید در خانه بمانند و همچنان تدابیر سختی را تحمل کنند مثل نصب زنگ خطر بر در منازلشان، اسپری در داخل منزل و انتقال سریعتر به مراکز قرنطینه در صورت ابتلاح. در طول هفتههایی که محدودیت های سختگیرانه در شانگهای اعمال میشد، مردم در حرکت کم سابقه دست به اعتراض زدند و با پلیس درگیر شدند. ولی رهبران چین میگویند همین سختگیری ها باعث شد که شیوع ویروس در این موج جدید قربانیان اندکی داشته باشد. 17 نفر بر اساس آمار رسمی. مقام ها که حتی هفت نفری که دیروز فوت کردند هم بیماری های پیش داشتند و پنج نفر آنها بالای هفتاد سال بودند. حالا با نشانه های بازگشایی تدریجی در شانگهای کار و زندگی و تولید دوباره پا می گیرد. سیاوش اردلان بی بی سی. کنیم به چند خبر کوتاه. پزشکان در بریتانیا میگویند طولانی ترین مورد ابتلا به کرونا را ثبت کردند این بیمار در مجموع بیش از 16 ماه سطح بالایی از ویروس در بدنش داشته و در نهایت به همین علت در بیمارستانی در لندن جان باخته پزشکان گفتند سیستم ایمنی بدن این بیمار به شدت ضعیف بوده و آنها امیدوارند که بررسی این مورد به شناسایی بهتر ویروس کرونا کمک کند امروز آخرین روز از تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه است. انتظار می رود که امانوئل مکرون رئیس جمهور فعلی در آخرین سخنانش دوباره درباره خطر رای دادن به مارین لوپن هشدار دهد. خانم لوپن نامزد حزب راستگرای اجتماع ملی از جمله برنامه هایی برای محدودیت شدید مهاجران دارد. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری پس فردا بین این دو نفر برگزار می شود. بر اساس نظرسنجی ها آقای مکرون پیش است. تحقیقات بی بی سی نشان میدهد که در یک سال گذشته هزاران شهروند آلمانی به پاراگوئه مهاجرت کردند. گفته شده که فرار از محدودیت های ناشی کرونا و واکسیناسیون از دلایل اصلی این موج جدید مهاجرت بوده. این مهاجران آلمانی میگویند تعداد بالای پناهجویان مسلمان در کشورشان هم از دلایل رفتارشان به پاراگو است. گزارشی ببینیم از مار پیچل. On the banks of the کنار ساحل رودخانه پارانا صد سال پیش اولین شهرک های آلمانی نشین اینجا ساخته شدند. حالا مقررات مقابله با کرونا در اروپا موج جدیدی از مهاجران را به پاراگوه کشانده. محدودیت های مدام ما را گیج کرده بود. مقررات کرونا هم دیگه تیر خلاص بود. فیلدیخ ویتزو هاوس یعنی اینجا را خانه خودتان بدانید و برای هزاران آلمانی که توی ماهای اخیر اومدن اینجا این مکان حالا خانه آنهاست شهردار اینجا اما میگوید خیلی از مهاجران با تصوراتی غلط و بعضا عجیب به پاراگوه می آیند مجموعه از همه که در این اکثر مهاجرانی که میان واکسینه نشدن خیلی از محلیان نگرانن چون اینجا افراد زیادی به خاطر کرونا جونشون رو از دست دادن این مهاجرا باید بدونن به کشوری میان که در اون قانون وجود داره اینطوری نیست که هیچ محدودیتی اینجا نباشه But not just the this new wave of اما کرونا تنها دلیل افزایش مهاجرت از آلمان به پاراگوه نیست. از سال 2015 حدود 1.5 میلیون مهاجر و, و پناهجو به آلمان رفتند که بیشترشان مسلمان هستند. فکر میکنم باید قوانین مهاجرت بهتری در آلمان داشته باشیم. باید بدونید که چند نفر وارد کشور میشن تا براشون برنامه ریزی کنید. ما هم باید بتونیم درباره تعداد مهاجران نظر بدیم. اونطور که ما دیدیم پاراگوه یک کشور کاملا مسیحیه و ما هم از یک فرهنگ مسیحی اومدیم اینجا با افراد زیادی آشنا شدیم که همه یه روش زندگی رو دنبال میکنیم این در آلمان اتفاق نمیفته کلا مسلمان ها در آلمان رفتارشون در برابر ما تحریک آمیزه من نمیخوام اینقدر خشن صحبت کنم نمیدونم شاید حرفم درباره مسلمونا یه مقدار تند باشه هانا به هموطنهای آلمانیش کمک می کند تا در پاراگوه مستقر شوند. او نمی خواهد که تصویرش دیده شود. موج جدید مهاجرهای آلمانی به دلیل کاملا متفاوتی به پاراگوه میان. اونها میخوان از بچه هاشون محافظت کنند. چون به دختراشون در آلمان تجاوز میشه و چون هجاب ندارن تو مکانهای عمومی مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. زنهای آلمانی براشون هیچ ارزشی ندارن. A strong, um, این اتهام سنگینیه برای این حرف که زدی مدرکی هم داری؟ نه مدرکی ندارم اینا چیزایی هست که مردم به هم میگن پاراگوه سابقه طولانی در پذیرش مهاجران دارد مردم محلی هم از این قضیه استقبال می کنند اما میگویند که پیش داوری و باورهای غلط مهاجران را نمیپذیرند. ماربیتزل, BBC پذیرند به پایان این بخش خبری می رسیم. قبل از اینکه بخش خبری رو تموم کنیم بریم تصاویر زنده رو ببینیم تصاویری که می بینید از فرانسه هست از کارزار انتخاباتی امانوئل مکرون رئیس جمهور کنونی فرانسه که در آخرین روز تبلیغات انتخاباتی داره صحبت میکنه در جمعی از هوادارانش قراره که امروز گفته میشه که خانم لوپن بیشتر تمرکزش رو بذاره روی مسائل اقتصادی که خانم لوپن در واقع میگه در 70 درصد مردم در 5 سال گذشته وضعیت اقتصادیشون خرابتر شده آقای مکرون اما به نظر تمرکزش رو در این انتخابات گذاشته روی سیاست خارجی و وضعیتی که به وجود آمده بعد از جنگ اوکراین و میدونیم که این انتخابات قرار روز یک شنبه برگزار بشه ممنونم از همراهیتون با ما در تلویزیون فارسی بیبیسی